برنده مثل کریم بنزما و بازنده مانند لیونل میسی. در شبی که کسی کمتر تصور میکرد ریال مادرید چانسی برای پیروزی برابر پاریس سن ژرمن داشته باشد، اما کهکشانی های شهر مادرید در برنابئو با تمام ستاره هایش پاریس سن ژرمن را دفن کرد و به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. این چهارمین سال متوالی هست و 785 دقیقه که لیونل میسی در باز کردن دروازه ریال مادرید ناکام ماند. سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستید. من نصیر ماهدی هستم و حالا یک کلیپ سیاسی نیست و خبر فوتبالی هست که با دوستا در میان میگذارم. شکست عجیب و غریب پاریس سن ژرمن در برابر کهکشانه های شهر مادرید و بهتر خود بود بگم در برابر کارلو آنجلوتی و در برابر کریم بنزما. چرا پاریس سن ژرمن با همه ستاره هایش امشب این گونه مغلوب شد؟ من میخوایم چند نکته را به عرض برسانم. امشب ریال مادرید موفق شد که در بازی برگشت 3-1 از صد پاریس سن ژرمن بگذره، در حالی که در نیمه اول 1-0 عقب بود و در حالی که در بازی رفت هم 1-0 باخته بودن، در مجموع 3-2. اما ریال موفق شد که از صد پاریس سن ژرمن بگذره و به مرحله بعدی صعود کند، در حالی که با ستاره های بزرگی مثل کیلیان امباپه، نیمار، لیونل میسی، دوناروما و بسیاری ستاره هایی که بعدا باز من لیست ترکیبشان هم به خانش میگیرم، پاریس سن ژرمن وارد میدان شده بود. یعنی حتی شخص خودم هم که بسیار فکر میکردم که بازی هیجان انگیز و جذاب هم هست و شناختی از دو تیم هم داشتم، یعنی با این وجود خیلی تصور نمیکردم که امشب ریال مادرید چانس در برابر پاریس سن ژرمن داشته باشه. اما یک چیز در این بازی ثابت شده و اینه که پاریس سن ژرمن اصلا شخصیت قهرمانی در اروپا را ندارن. خب ما میخوایم یک بار برای شما دوستان عزیز ترکیبی بازی امشب به خانش بگیریم که چی ترکیب را پاریس سن ژرمن و ریال مادرید وارد بازی کردن و بعد صحنه های گل برای شما میگیم که چگونه اینا گل خوردن تا یک آنالیز کلی از باخت امشب این تیم داشته باشیم. ریال مادرید با ترکیب کورتوا، کارواخال، میلیتائو، آلبا، ناچو، کروس، بنزما، مودریج، آسنسیو، والورده و وینیسیوس جونیور وارد میدان شد. اون طرف هم پاریس سن ژرمن با ترکیب دوناروما، مندس، حکیمی، مارکینیوش، کمپمبا، دنلو، وراتی، پاردوس، میسی، امباپه و نیمار وارد میدان شد. یک ترکیب فوق العاده با ستاره های بزرگ و خط حمله زهراگینی که قطعا مثلث نیمار و امباپه و میسی هر تیمی را و هر مدافعی را میترسانه. و اما امشب شب کم فروغ را داشتن، بخصوص لیونل میسی که با نمره 6.9ش ثابت کردن که واقعا مرد بازی های بزرگ نیست. یعنی من با وجودی که میسی را یکی از ابر ستاره های میدانم که یعنی واقعا فوق العاده است، نمیتونم او را برتر از رونالدو بدانم یا رونالدو را برتر از او، اما همین دور میتونم بگم برترین بازیکنان فوتبال هست که حداقل من تا به حال دیدم. اما امشب بسیار بد بازی کردن. اما در کل وقتی که آنالیز بازی رو میبینیم، ریال مادرید هرگز تسلیم نشد، با وجودی که در دقیقه 69 اینا یک گل هم دریافت کردن و در مجموع رفت و برگشت 2-0 عقب افتادن، ولی باز هم تسلیم نشدن و ریال مادرید ثابت کردن که دی ان ای پیروزی در خونشان هست و در وجودشان هست. ببینید شوتی که اینا داشتن هم کاملا برعکس ریال مادرید، یعنی ریال مادرید 21/10 در شوت ها برنده بود، در شوت آن تارگت هم یعنی شوت در چارچوب دروازه هم 7/4 به نفع ریال مادرید بود در حفظ توپ. اما موقعیت پاریس سن ژرمنی ها بهتر بود، یعنی پاریس سن ژرمن 56% مالکیت توپ در اختیار داشت، برعکسش ریال مادرید 46%. اما ریال مادرید بسیار فوق العاده هماهنگ عمل میکردن و خصوصا وقتی که حمله میرفتن واقعا حملاتشان خیلی هماهنگ بود. دو لایه همیشه وقت معمولا تشکیل میدادن که اگر لایه اول شکست خورد و توپ نتونست برسونه، لایه دوم میتونه برشان توپ ارسال بکنه. یعنی همیشه وقت با 3 بازیکن حمله نمیکرد، گاهی وقت ما شاید دیدیم با 5 بازیکن، با 6 بازیکن، با 7 بازیکن اینا همزمان حمله میکردن و دفاع میکردن و این فوق العاده بود. ببینید پاس در بازی امشب 450 پاس ریالی ها داشت و 591 پاس هم اما پارسی ها داشتن و در کل اگر از دقت پاس هایشون بگیم باز هم به نفع پارسی ها بود. پارسی ها پاسکاری خیلی خوبی داشتن، پاسکاری های پارسی ها خیلی خوب بود، دقتشون خیلی خوب بود، اما با این وجود نتونستن که استفاده بهینه رو بکنن و همو تمام کنندگی لازم هم نداشتن و هافبک هاشون واقعا در تغذیه تیم
مشکل داشتن تغذیه مهاجمین و مهاجمین هم در هماهنگ بین هم. و ببینید فاول ها هم البته ریالی ها بیشتر فاول زدن، 12-9 یعنی بیشتر فاول باز هم اینجا ریال زده که میتونیم بگم پوینت منفی است. کارت زرد ها 4-4 بود، کارت سرخ استفاده نشد، آفساید هم 2-2 مساوی بود، کورنر هم به نفع ریال مادرید بود که 5-2 بود. ریال مادرید واقعا حملات بسیار وحشتناک روی تیم پاریس سن ژرمن انجام دادن. خب حالا بیم یک بار دوستان عزیز صحنه های گله، من به خاطر از اینکه کاپرایت داره استفاده نمیتونم ویدیوهاشون، اما میخوام برای شما یک بار بگم. گل اول کیلیان امباپه در دقیقه 39 به ثمر رسان روی پاس نیمار و اشتباهی خود بازیکنان ریال مادرید بود. یعنی ریال مادرید دیشب چی امشب با مزد ولی تقریبا جای ما نزدیک صبح هست اشتباه کردم، اگر از دیشب گفتم امشب ریال مادرید یکی از نقاط جدی که باید مد نظر میگیرید و در نیمه اول از غافل بود کیلیان امباپه بود. کیلیان امباپه دیشب بازم دیشب گفتیم امشب سه بار موفق به گلزنی شد که دو تاش آفساید برآمد، وگرنه کار ریال مادرید واقعا یکسره کرده بودن. و اینجا با فرار فوق العاده اش و با او دویدنگی بالاش تونستن گل اول به ثمر برسانه و در اینجا آلبا واقعا جا ماندن. اما گل های ریال مادرید از دقیقه 60 شروع شد. دقیقه 60 گل اولی که کریم بنزما زد اشتباه فاحش تیم پوچتینو بود، تیمی که واقعا اصلا دیشب کاملا بعد از این گل به هم ریخت. دوناروما پاسی را که هم تیم های شده بودن در حالی که میتونستی زود پاس بده به بازیکن کناری، اما تعلل کرد تا کریم بنزما دزور رسید تو و گرفت از پیشش و او درست نتونست پاس بده و تو بانداخت پیشوای وینیسیوس جونیور و در نهایت این بازیکن برازیلی دوباره پاس داد به کریم بنزما و موفق به گلزنی شد و اینگونه ریال مادرید گل اول به ثمر رساند و شیرازه تیم پوچتینو از هم پاشید. دیگه بعد از این اصلا ما امباپه رو در میدان ندیدیم، میسی رو در میدان ندیدیم و نیمار رو در میدان ندیدیم، هرچند که میسی دیشب از اول تا آخر کاملا بد بازی کرد، توپ ها رو نمیتونست درست به مقصد برساند، دیگه قابلیت دریبل زنی مثل همیشه رو نداشتن، شوت های میسی مثل همیشه زهرآگین نبود. میسی که نقاط قدرتشان در ضربات استگاهی بودن دیشب نتونست از این فرصت هایی که خیلی خوب هم برایشون فراهم شد استفاده بهینه را داشته باشه و بعد از این گل دیگه کاملا همگی از هم پاشید و خط هافبک پاریس سن ژرمن دیگه فلج شد و همچنان دفاع این تیم کاملا شیرازیش از هم پاشید. و گل دوم هم مودریچ پاس داد و کریم بنزما به ثمر رساند که اینجا هم اوج خلاقیت لوکا مودریچ نشان میده. لوکا مودریچ ببین با تنهایی دوستو اگر خلاصه بازی تماشا بکنه تقریبا از زمین خودی آغاز میکنه حرکت خود و میه تا نزدیک گل توپ میرسونه به بازیکنان خودی و یک چرخش توپ بین بازیکنان ریال مادرید صورت میگیره و بعد در پشت دروازه توپ میرسه و مودریچ و باز هم مودریچ را ارسال میکنه به کریم بنزما. شما اگه این صحنه تماشا کرده باشین زمانی که بازیکن ریال مادرید دوباره به مودریچ پاس میده از بین 4-5 بازیکن توپ میگذره و بعد مودریچ هم که پاس میده در کریم بنزما از بین 4-5 بازیکن توپ عبور میکنه. این یعنی اوج از هم پاشیدگی تیم پوچتینو، یعنی که در یک گل به هم ریخت. این نشانگری از است که واقعا تیم پاریس سن ژرمن واقعا دی ان ای لازم به خاطر پیروزی در بازی های اروپایی و اصلا لیاقت قهرمانی در اروپا رو ندارم. متاسف هستم که میگم برای هوادارش شاید خوشایند نباشه، ولی واقعا پاریس سن ژرمن دی ان ای قهرمانی و روحیه قهرمانی و شخصیت قهرمانی را و لیاقت قهرمانی در اروپا نداشت و نداره، هنوز هم نداره و هر قدر که ول خرجی هم بکنن. و دو دقیقه بعدش هم میبینیم که باز هم روی اشتباه عجیبی بازیکنان پاریس سن ژرمن و فرصت طلبی کریم بنزما گل سوم زد و کار تمام شد. دیگه کاملا این تیم از هم پاشید و ریال مادرید اگر امشب کمی به خود میامد و راحت تر از فرصت ها استفاده کرد شاید میتونستن گل های بیشتر هم به ثمر برسانن. و البته دیشب افتضاح بود، پاریس سن ژرمن در نیمه دوم افتضاح بود. از تعویض ها شروع کنید تا اینکه فرصت ها و عملکرد ها کلن ببینید تعویض هایی که دیشب مربی ریال مادرید انجام داد، اصلا من خودم شخصا با این تعویض ها خیلی با برخاشان موافق نبودم. از دل خود وقتی که تعویض انجام شد فکر میکردم که شاید این نتیجه نده. رودریگو جای مارکو آسنسیو تعویض خیلی خوبی بود، قطعا من خودم نیاز میدیدم، فکر میکردم به عنوان یک مخاطب که نیاز است که آسنسیو تبدیل شه. آسنسیو که واقعا دیشب خیلی فرصت ها را از دست داد و ادواردو کاماوینگا که به جای تونی کروز اومد، من خیلی درک نمیتونستم، یعنی
کامونگایی که واقعا خیلی خیلی فوق العاده در بازی های گذشته نبوده، بازیکن جوانی هست، کم تجربه هست در یک بازی بزرگی مثل حالا و خیلی سرش حساب نمیکردم ولی فوق العاده درخشید. ورود همزمان رودریگو و ادواردو کاماوینگا واقعا یک انرژی مضاعف بعد خط میانی رئال مادرید داد که اصلا تصورش رو نمیکردیم و از اینجا بود که در واقع گل کریم بنزما به ثمر رسید، گل اولش، و بعد شیرازی تیم پاریس سن ژرمن از هم پاشید و اوج خلاقیت و همچون ریسک بسیار بالای کارلو آنجلوتی رو ما در دقیقه 66 شاهد بودیم، زمانی که لوکاس واسکیز به جای کارواخال وارد میدان شد. ببینید واسکیز بیشتر در فاز هجومی خیلی فوق العاده است، هرچند که یک بازیکن چند پسته هست که میتونه به عنوان هافک بازی کنه، میتونه به عنوان مهاجم بازی کنه، میتونه به عنوان مدافع بازی کنه، در این سه پست معمولا مشاهده دیدیم که در بازی‌های مختلف حتی استفاده هم شده. دیشب زمانی که اینها ریال مادرید این گونه چدمان را انجام دادن، تغییرات به وجود آوردن، شاید خیلی ها برشان جالب به نظر نمی آمد، مثلا اینکه با توجه به اینکه خط حمله پاریس سن ژرمن سه نفر بسیار خطرناک است، مثلث خطرناک قطعا میتونه هر لحظه خطر آفرین باشه و به خصوص سرعت نیمار و امباپه، شاید برای برخی ها جالب به نظر نمی آمد. یعنی واسکیز در خط دفاع یکان وقتهایی خیلی پراشتباه ظاهر میشه، اما این واقعا جواب داد چون در خط حمله خیلی توانستن که اینا رو کمک بکنن و وارد شدن لوکاس واسکیز کاملا دیگه ریال مادرید در موقع برتر قرار داد و دو گلی که به ثمر رسید که شاهد بودیم که همه چیز به هم ریخت دیگه، در پاریس سن ژرمن چیزی اصلا باقی نموندن. و اون طرف ببینید مثلا تعویض هایی را که مربی پاریس سن ژرمن انجام داد، پوچتینو گویا وارد میدان شد، آنخل دی ماریا وارد میدان شد و جان دراکسلر وارد میدان شد که هیچ کدام از اینا حتی یک توپگیری خوب نداشتن، یک شوزنی خوب نداشتن و کدام کار خاصی را هم انجام ندادن، در حالی که تقریبا 20 چند دقیقه اینا با مزارت کمتر از 20 دقیقه اینا فرصت داشتن به خاطر جبران گل‌های خورده ولی خب نتونستن. اما خب یک خوبی دیگر هم میشب ریال داشتن که دلشان جمع بود که حالا گل زده در خانه حریف دیگه حساب نمیشه، مثل گذشته قانون گل زده در خانه حریف در لیگ قهرمانان حذف شده. و دیشب نکته دیگری که باید بر دوستای عزیز خود بگیم، بازیکنان پاریس سن ژرمن بود که واقعا خیلی بد بازی کردن، نمرات خیلی پایین گرفتن، اصلا شما شاید تصوری رو نمیکردین که مثلا نیمار 7.8 میگیره، کلان امباپه 7.4 میگیره، میسی 6.9 میگیره و اون طرف میبینیم که مربی با معذرت دروازه‌بانشون هم 5.5 نمره میگیره و بهترین بازیکن هم دیشب کریم بنزما بود که نمره کریم بنزما هم 9.6 بود، نمره فوق‌العاده‌ای بود، درشان کریم بنزما هم در نیمه اول یک چند فرصتی را از دست داد. در کل دیشب ریال مادرید خیلی قدرتمند نبود، دیشب پاریس سن ژرمن خیلی افتضاح بود. شکست پاریس سن ژرمن به باور ما از کنفرانس مطبوعاتی پوچتینو هم آغاز شد، جایی که مثلا زمانی که خبرنگارا سوال کردن در مورد بهترین بازیکن، ای گفت امباپه بازیکن خیلی خوبی هست اما بهترین بازیکن دنیا هنوز هم لیونل میسی هست و این گونه توصیف ها قطعا روحیه یک تیم به هم میزنه. و دیشب اگه شما دقت کرده باشین واقعا ما شاهد هماهنگی بین میسی و امباپه نبودیم. دقیقاً اشتباهی را که بارسلونا یک وقتی در مورد نیمار انجام داد، حالا پاریس سن ژرمن در حق امباپه میکنه و قطعا شاید با این روش امباپه را از دست بده. مثلا در چند سال قبل با همین دلبری های خود بارسلونا برای لیونل میسی باعث شد که نیمار از این تیم دلخور شد و رفت به پاریس سن ژرمن، هرچند که بعداً پشیمون هم شد خب، ولی با این وجود شیرازه بارسلونا از هم پاشید بعد از رفتن نیمار و در نهایت بعد از آمدن میسی در این تیم و او مقایسه ای که مربی در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی انجام داد واقعا افتضاح بود. یعنی میان امباپه را عملا کم میزنن و در بازی امشب هم از دید من خیلی به وضوح قابل دید بود، همکاری آنچنانی بین میسی و امباپه شکل نگرفتن در حالی که نیمار و امباپه خیلی با هم دیگر هماهنگ بودن و در ضمن امباپه امشب اصلا در بازی های دفاعی شرکت نمی کردن، نه تنها امباپه که البته حتی میسی حتی نیمار در خط دفاع معمولا نمی آمد در کمکشون در وقت هایی که نیاز بودن و بیشتر منتظر بودن که برشون پاس برسه تا اینا بتونه گلزنی بکنن. خب چیزی که مهم هست ستاره نیست، چیزی که مهم هست بازیکن نیست، چیزی که مهم هست شخصیت تیم، کرکتر تیم، شور و هیجان را که مربی، بازیکن ها، هواداران و اطرافیانشون جای ورزشگاه و
بازیکن‌ها با بازی میتن. این هم خیلی مهم هست. ببینید من یک مثال دیگه میذارم، ژاوی. ژاوی حالا تازه در بارسلونا اومده. من هرچند دو سه سال میشه که زیاد فوتبال تماشا نمیکنم، ولی یک چند بازی بارسلونا هزگاهی تماشا کرده بودم، این وقت هم تماشا میکنم. بعد از آمدن ژاوی چیز زیاد تغییر نکرد در بارسلونا، یعنی ترکیب خیلی زیاد دچار دستخوش تغییرات نشد، اما واقعاً بارسلونا جان گرفتن. حتی هم زمانی که اول بارسلونا آمد و بارسلونا با ژاوی چندین باخت هم داشت، حتی همون باختای ژاوی زیبا بود، خوب بازی میکرد، زیبا بازی میکردن، زیبا بازی کردن، خوب بازی کردن، با انگیزه بازی کردن و تا آخرین لحظه تسلیم نشدن مهمترین مسئله هست که یک تیم و بازیکن باید مد نظر داشته باشه. اما پاریس سن ژرمن اینگونه نیست. پاریس سن ژرمن با اولین گل همه چیز باخته فکر کردن و ریال مادرید از دقیقه اول تا آخر جنگنده بازی کرد به امید پیروزی و اینگونه به پیروزی رسیدن. و حالا همین یادتان باشه بارسایی ها، شک نکنین که ژاوی در مسیری قرار داره که میتونیم بگیم مسیر درست هست و من شک ندارم که او در مسیر تبدیل کردن بارسلونا به بارسلونای گواردیولا هست. 2009، 2010 و 2011، 2012 شاید یاد دوستا مانده باشه که چی هیولای این مربی آبیانره هاست تیم بارسلونا ساخته بودن و دقیقاً ژاوی هم در اون مسیر همین لحظه در حرکت است و من فکر میکنم که در آینده نه چندان دور هم یک تیم بسیار جنگنده میسازه، چیزی که در سالهای اخیر ما واقعاً در تیم ریال مادرید داشتیم. ریال مادرید در سالهای اخیر همیشه وقت همین کنه جنگنده بودن و ستاره های اول قطعاً نقش کلیدی داره. حالا یکی از کسانی که خیلی مورد انتقاد رسانه هاست دوناروماست، البته قبل از او هم میسی هست. میسی که در بازی رفت یک پنالتی را از دست داد و در بازی امشب هم که بسیار کم فروغ بود، در کل در دو بازی رفت و برگشت کم فروغ بود و 785 دقیقه شد که لیونل میسی در برابر ریال مادرید گلزنی نتونستن و همچنان 4 سال شد که در برابر این تیم نه گل زدن نه پاس گل دادن و واقعا میسی خیلی مرد بازی های بزرگ نیست، هرچند که من فکر میکنم میسی اوج درخشش و فداکاری هایی را که برای بارسلونا داشته و داده نمیشه که او را کسی نادیده بگیره و من اینو گفتم، من به این باور هستم که بهترین بازیکنان تا به حال مدیدی میسی و رونالدو هست، نمیتونم بین ازینا انتخاب داشته باشم، اما قطعا اگر بیم در بازی های کلیدی و مهم و سرنوشت ساز حساب بکنیم من قطعا رونالدو رو نمره بالاتر میتونم. میسی همواره در بازی های بزرگ محو بوده، همیشه وقت جایی که تیم برش نیاز داشته گم بوده و بیرون شدن از بارسلونا قطعا به ضرر این تیم خیلی خیلی زیاد تمام شد و البته به احتمال فرار هم آوازه هایی هست که ممکن است دوباره با آمدن ژاوی به بارسلونا برگرده. خب اما بعید میدانم. با این وجود امشب ریال مادرید پیروز شد و این گونه تیم ها لایق ستایش هست. کارلو آنجلوتی تیم خوب ساخت و در نهایت این تیم به پیروزی هم رسیدن. تبریک به هوادارانش باد. من البته صحبت های پراکنده خود داشتم به خاطر از اینکه دو سال شد فوتبال تماشا نکردم، هرچند سابقه یک برنامه ورزشی در رادیو داشتم، اما دو سال فوتبال تماشا نکردن شناختم از بازیکن ها، از مربی ها، از خیلی شرایط دیگر تغییر میده. من تو صحبت هایی داشتم، امیدوارم که دوستا خیلی از من دلخور نشده باشه، اما در کل باسم تبریک میگم. من پیروزی ریال مادرید، حتی اگه امشب پاریس سن ژرمن در دقایق آخر میتونست گل بزنه و به مرحله بعد هم میرفتن، من مطمئن بودم که اینا نمیتونستن به قهرمانی برسن، اما سر ریال آدم میشه حساب کرد. حالا بایر مونیخ، سیتی و ریال مادرید قطعا از شانس های بسیار خوبی برای قهرمانی برخوردار هستن و اینا تیم هایی هست که واقعا با بازی هایشان اگر نگاه کنیم مستحق قهرمانی در این دور لیگ قهرمانان هم هستن. تا دور دیگر بدرود.